الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 86 تاریخ 16 ده 1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ان مولانا و مقتدانا الامام الصادق علیه الصلاة والسلام، اذا رأيتم العبد يتفقد الذنوب من الناس ناسيا لذنبه فاعلموا انه قد مكر به. فقال امير المؤمنين: و من ابصر عیب نفسه لم یعب احدا. خب، روز چهارشنبه است و تذکر اخلاقی. دو روایت از دو امام معصوم در رابطه با مذمت و سرزنش نسبت به یه امری که متاسفانه در جامعه ما تفاوتی هم نمی کند، اهل علم و غیر اهل علم شیوع دارد. و اون نقیصه و مشکلی که در جامعه من وجود دارد این است که قبل از این که خودمون را وارسی کنیم و ببینیم اشکالاتمون کجاست، آسیبهامون کجاست، نقاط ضعفمون کجاست، سراغ دیگران می رویم، گناه جزئی دیگران را اونچنان برجسته می کنیم که طرف را از حیثیت اجتماعی می اندازیم. ولی به خودمون که می رسد در اوج فراموشی و غفلت و بیتوجهی از کنار گناهان ریز و درشتمون می گذریم و توجه نمی کنیم تا در صدد اصلاح اون بر بیایم. این نوع ویژگی متاسفانه مورد مذمت جدی هم روایات ما و هم کلمات نورانی معصومین علیهم السلام واقع شده. در کلام امیرالمؤمنین این کلام وجود دارد که من ابصر عیب نفسه لم یعب احدا. کسی که توجه به عیب خودش داشته باشه سراغ عیب دیگری نخواهد رفت. ما اگر صبح و ظهر و شام و 24 ساعت و 48 ساعتمون رو صرف کنیم که کجای ما میلنگد؟ 10 سال طلبه ایم، 15 سال طلبه ایم، 20 سال طلبه ایم، 30 سال طلبه ایم. این آدابی که به ما یاد دادن، بزرگانمون یاد دادن از طریق آیات نورانی قرآن و روایات اهل بیت آموخته ایم، کدوم یکی از اینا را به کار بسته ایم و کدوم به کار نبسته ایم؟ اگر از خود ما سوال کنن، چند تا از عیبها و مشکلات خودتو بیان کن. تهجدمون مشکل دارد، شب زنده داریمون مشکل دارد، آداب اخلاقیمون تو خونه مشکل دارد، با بچه هامون مشکل داریم، با همسایه هامون مشکل داریم، با خدا قهریم، با دعا و مناجات قهریم، با درس قهریم، با مباحثه قهریم، با مطالعه قهریم،
با اون جدیت و تلاشی که لازمه یک طلبه است برای عمل به وظیفه قهریم. چیه مشکل ما؟ چرا دیگران رشد کردن، به جایی رسیدن، به جاهایی رسیدن علمن و عملن، و ما اون رشد لازم را نکرده ایم؟ کجامون میلنگه؟ خلوص تو کارمون نیست. بالاخره این عیب از خودمون گرفتن خیلی میتونه راهگشا باشه، کلید حل خیلی از مسائل باشه. منتها ما جا به جا کرده ایم، بی‌تعارف واقعا هممون گرفتاریم، جا به جا کرده ایم و مصداق کلام امام صادق شده ایم، نه مصداق کلام امیرالمومنین که فرمود من ابصر عیب نفسه لم یعب احدا. نه، ما به اینجا نرسیده ایم، به عیب خودمون نرسیده ایم، در صدد هم نبوده ایم. ما مصداق کلام امام صادق شده ایم که اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس. اگه دیدید کسی داره کنجکاوی میکنه، وارسی میکنه، بررسی موشکافانه میکند نسبت به گناهانی که در مردم هست، توی جلسه ای که گعده 3-4 نفری میگیریم اگر ضبطی بذارن و بعد از پایان جلسه این ضبط رو باز کنیم، میبینیم هر کسی به ذهنمون رسیده یه نقصی براش پیدا کرده. بالاخره از باب الکلام و یجر الکلام به زید رسیدیم، اشکالاتش رو گفتیم، به عمر رسیدیم، اشکالاتش رو گفتیم، به هر که رسیدیم، دوست، دشمن. خب این فضای ذهن رو خراب میکنه، تیرگی میآورد. اون صفا و معنویتی که لازمه رشد و تعالی از انسان میگیرد، و شما که بهتر از من میدونید و شما به مخاطبینتون یاد دادید که گناه روز مانع از دعای شب، مناجات شب، نماز شب، این خیلی اثر وضعی سریع دارد. اذا رأیتم العبد، اگه بنده ای را دیدید، طلبه ای را دیدید، بازاری دیدید، دانشوی دیدید، کاسبی دیدید که یتفقد الذنوب من الناس، تفقد میکند، بارسی میکند، بررسی میکند، میخواد بشناسد گناهان مردم را، ناسیان بدن به، اصلا گویا خودش فرشته روی زمین است، ناسیان لدن به، گناه خودش رو فراموش کرده. فعلمو، این خیلی تعبیر تندیست، فعلمو انهو قد مکره به، بدانید که این انسان انسانیست که دچار مکر الهی شده. کیا دچار مکر الهی میشن؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونایی که در صدد مکر با خدا برمیان، خدا هم بلده چکار کنه. یعنی اینا از یه جایی خوردن به تعبیر عامیانه خودمون که خودشون هم خبر ندارن، ضربه ای بهشون وارد شده که خودشون خبر ندارن، نگاهشون به خودشون بسته شده و به دیگران باز شده، و لذا سوء ظن می آورد، بدبینی می آورد. این روحیه به هر کسی انسان بدبینه، به هر کسی. خوشا به حال اون بزرگانی که به مردم حسن ظن داشتن. روایات حسن ظن را برید ببینید چقدر روایت، تا توانستن حمله بر صحت کردن. اگر خطایی از کسی سرزده، گفتن بگردیم محمل براش پیدا کنیم. این سیره بزرگان ما بوده، محمل پیدا کنیم، نه آغاز و انجام کار بلا فاصله متهم کنیم. کسی عملی ازش سر زده و ما نمیدونیم، خب صبر کنیم، یه بررسی بکنیم که اصلا چی بوده، از خودشم بپرسیم. گاهی ما هنوز سوال نکرده، هنوز بررسی نکرده، هنوز به یه مطلب نرسیده، هم قضاوت میکنیم، هم حکم صادر میکنیم، هم شلاقمونو میزنیم. خیلی خطرناکه.
لذا راجع به قضات چقدر سفارش شده که چطوری حکم کنن، نگاهشون به دو طرف چه شکلی باشه، زود به قضاوت نرسن. اگر احیانا قاضی شرایطی داره که این شرایط فشار بهش میاره، حتی عجیبه، یعنی از نظر وضع به اصطلاح دستگاه گوارش و مسائل این شکلی در فشار، میگن این آقا قضاوت نکنه چون ممکنه عجولانه بخواد یه قضاوتی بکنه ناپخته. مراقبت کنیم، دقت کنیم. من واقعا همه ی حرفا مخاطب اصلیش خدا شاهد خودم هستم. بعد شما اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس ناسیا لذنبه فاعلموا انه قد مکر به و من ابصر عیب نفسه لم یعب. مثلا نوبت نمیرسد، اینقدر مشکل داریم که نوبت به دیگران نمیرسد. اگه همین صبح بعد نماز صبح یه ربع ساعت وقت صرف کنیم که اشکالاتمون کجاست، ما روزا که میریم بیرون عمده مشکلمون چیه، تا ظهر که برمیگردیم و بعد از ظهر میریم تا شب که برمیگردیم، چه صحنه هایی شیطان مسیر ما را عوض می کند. همونا را دقت کنیم، یه روز صبح تمرین کنیم اون نقطه ضعف هایی که هر روز داریم و باش مواجه میشیم و کار از دستمون در می رود، با افراد تندی می کنیم، با افراد برخورد بد می کنیم، گناه می کنیم و امثال ذلک. روایت امیر المؤمنین که فرمود و من ابصر عیب نفسهی لم یعب احدن در مستدرک صفحه مستدرک الوسائل صفحه 316 و روایت امام صادق علیه السلام که فرمود اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس تحف العقول صفحه 382. من عذرخواهی میکنم از محضر شریف شما بزرگوارم. صلواتی محبت کنید. خب دنباله تفسیر آیه، ما در آیه‌ای که در جلسه گذشته محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، آیه این بود که فتلقا بفرمیدا آدمو من ربهی کلمات، یا این نبود؟ شما هم به تردید افتادید. درسته دیگه، همچی تردید کردید. فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علی انهو هو التواب الرحیم. مفصل بیان کردیم که این کلمات چه بود، توبه چه بود، ترک اولا بود. ما آدرس این روایت را اروز محضر شریف دوستان بیان نکرده بودیم. این آیه روایت این بود: انا ما عبدی اذا ذکرنی فمن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و من ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر من. و تا آخر دیگه یاد داشت کردید، مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 298. امروز دوستان فاضل آیه‌ای که می‌خوایم بخونیم این هست: قل نحبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه 38 سوره بقره است. خب ترجمه ظاهری آیه روشن، خدای متعال می‌فرماید ما به آنها گفتیم همگی به زمین فرود آیید، تنزل مقام پیدا کنید. که حالا همگی اینجا بحث میکنیم جمیعاً که آیا مقصود آدم و حواست یا به اضافه ابلیس که قبلا بحث شد و نظر مختار این بود که هم آدم است و هم حوا است و هم ابلیس، هر سه را بیان کرد. بعد فرمود فاما یأتینکم منی هدن، هرگاه از جانب ما هدایتی برای شما آید. یعنی بعضی که حالا اینا آمدن زمینی شدن، از اون مقام و منزلت فرود آمدن زمینی شدن،
دیگه حالا بحث تکلیف مطرح می شود، بحث هدایت الهی مطرح می شود، بحث وحی الهی در جهت هدایت مطرح می شود. هرگاه از جانب ما هدایتی برای شما بیاد، کسانی که از اون پیروی کنند نه ترسی دارند و نه اندوهگین خواهند شد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا آیه ادامه دارد، بعد عرض میکنیم. هر شبت بحثر مبارک دوستان، بعد از این که حضرت آدم علی نبی ناب آلهی و علیه السلام از خطایی که مرتکب شده بود توبه کرد، دیدید دیگه کلماتی هم که با اون توبه کردم محضر دوستان عرض کردیم، و پروردگار عالم پذیرفت توبه او را و خدای متعال نسبت به این انسان، نسبت به این آدم، حالا دنبال راهکاری است برای ادامه کار که چه کار بکنه. در آیه قبل دیدید که بعد از ارتکاب اون خطا دستور به هبوط داده شد، فرمود و قل نحبتو بعضکم لبعضن ادو بلکم فی الارض مستقرون و متاعون الهین. یه قل نحبتو اونجا داشت که بعد از جریان اون خوردن شجره ممنوعه و تخطی. عرض شد خدمت شما به این که سوال این است که این اهبتوی دومی که اینجا آمده رابطش با اون اهبتوی اول چه است؟ چرا تکرار؟ اونجا که فرمود قل نحبتو بعضکم لبعضن عدو، چرا دوباره اینجا اول آیه که امروز محضر شریف آیون خوندیم دوباره خدای متعال می فرماید قل نحبتو منها جمیعا؟ سوال این است که این اهبتو، جان کلام این است، این اهبتو تکرار اون اهبتوست با یه مفاد، یا این یه اهبتوی دیگریست با مفاد دیگری؟ جان کلام تو این بحث ما این هست. هر شبت محضر شما به این که عده ای آمدن گفتن نخیر، این اهبتو هر شبت خدمتون تکراری در کار نیست، اون یک مفاد داشت و این اهبتو مفاد دیگری دارد. میگیم چطوری؟ توضیح ممکنه بفرمایید؟ دو وجه از این وجوهی که بعضیا بیان کردن با محضر شریفتون بیان میکنیم، برای اینکه مثلا طبق این نظریه معلوم بشود این امر به هبوط در آیه 38 غیر از امر به هبوط در آیه 36 است. وجه اولی که این آیون بیان کردن این است که میگن هبوط دوم کاملا به لحاظ آغاز و انجام با هبوط اول متفاوت است. هبوط اول مبدأ و مقصدش یک چیز هست و هبوط دوم مبدأ و مقصدش چیز دیگه است. میگیم چطور؟ میگن هبوط اول از بهشت تا آسمان دنیاست، یعنی این که خدای متعال فرمود و قل نحبتو بعضکم لبعضن عدو، این آیون معتقدن که هبوط اول یعنی خدای متعال او را از بهشت تا آسمان دنیا آورد، تا اونجا هبوط کردن. هبوط دوم مبدأش آسمان دنیا تا زمین هست. پس بنابراین هبوط اول یه مبدأ دارد، یه مقصد دارد، هبوط دوم هم یه مبدأ دارد، یه مقصد دارد. و به تعبیر روشن‌تر مقصد هبوط اول مبدأ هبوط علما اینجا هستن دیگه. هر شبت خدمت شما بین که این یه توجیه آمدن مطرح کردن. توجیه دیگری گفتن که بین اهبتوی دوم و اهبتوی اول باز تفاوت وجود دارد، منتها نه این تفاوتی که الان عرض کردیم که مبدأ ها و مقصد ها متفاوتن، تفاوت در مخاطب هاست. گفتن که فعل اهبتو در آیه 36 آیه اول مخاطبش آدم و حوا و ابلیس هن. یعنی
همونطور که ما قبلن هم در اونجا اثبات کردیم که هر سه مورد نظره نه تنها آدم حوا، اینا میگن اون اهبتوی اول که اینه، اما مخاطب اهبتوی دوم تنها آدم و حوا و ذریه آدم و حوا است. دیگه اینجا ابلیس در این اهبتوی دوم نیست، یعنی اینجا که خدای متعال میفرماید قل نهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگن با توجه به ذیل آیه که فرموده فاما یأتینکم منی هدن، یعنی به تعبیر روشنتر تکلیفی متوجه مخاطب شده که حالا یا نسبت به این تکلیف امتثال میکند، اطاعت میکند، میپذیرد، یا نسبت به این تکلیف سرباز میزند، که این بخش از آیه میفرماید فاما یأتینکم منی هدن ارشد فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که هر کسی که مطیع امر پروردگار عالم بود خب این وضعش خوبه. من هنوز تموم نکردم، وسط کار قطعش نکنید ببینیم چی میشود. عرض شد نظر شما، ما وجه بعدم عرض میکنیم، بذارید اینا را بماسونیم بعد، چون هنوز کلام منعقد نشده. میگیم به چه دلیل که امر به هبوط دوم با امر به هبوط اول مختلفه؟ میگن مخاطباش فرق میکنن، تو اولی آدم و حوا و ابلیسن، تو دومی آدم و حوا و ذریه هستن. میگیم به چه دلیل؟ میگن زیرا بعد از امر به هبوط در آیه 38 آیه دوم آمدن شریعت مطرح است، و چون آمدن شریعت مطرحه مخاطبان به دریافت شریعت عرض شد خدمت شما بینید که آدم و حوا و ذریه هستن، چون شریعت مخصوص انسان است، پس مخاطبان امر دوم همین انسان های یاد شدن، آدم، حوا و ذریه، و لذا در نتیجه عرض شد خدمت شما به این که اهبتوی دوم تکرار اهبتوی اول نیست. پس چند وجه ما محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم بیان کردیم. یه سوال من بکنم جوابم شما بدید، آیا این قل نهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این آیه دوم ماست، آیه 38، آیا با اون اهبتوی قل نهبتو بعضکم لبعض عدو، اینا یکی هن، دوتا هستن، تکرار یا تکرار نیست؟ آیونی که معتقدن تکرار نیست بلکه، یا تکرار نیست بلکه هر کدام مفاد جداگانه ای را دلالت می کنن، دو وجه بیان کردن. وجه اول نسبت به این است که مبدأ و مقصد اهبتوی اول با مبدأ و مقصد اهبتوی دوم، و وجه دومی که بیان میکنن مخاطب اهبتوی اول با اهبتوی دوم تفاوت دارد. این کل حرفی است که این آیون زدن. ما در پاسخ این آیون پاسخ را هم بشنوید، بعد اگر چیزی مورد نظرتون هست عرض میکنید. هر چه بد محضر شما به این که ما معتقدیم که اون وجه اولی که بیان شد که مبدأ و مقصد در اهبتوی اول و اهبتوی دوم متفاوته، میگیم این با ظاهر آیات تطابق ندارد. اینطور نیست که اهبتوی اول بگیم از بهشت به آسمان دنیا، اهبتوی دوم از آسمان دنیا به زمین، چون ظاهر آیه قبل و قل نهبتو بعضکم لبعض عدو گرچه مبدأ هبوط بهشته، قل نهبتو بعضکم لبعض عدو همون بهشته، چون قبلش هم اینا تو بهشت بودن، از اونجا فرمان خروج یا اخراج داده شد، ولی منتهاش زمین هست. اینی که شما میفرمایید، خوب دقت کنید، اینی که شما میفرمایید امر به هبوط اول مبدأ و مقصدش با امر به هبوط دوم فرق میکند، میگیم نه فرق ندارد،
مبدأ حبوط اول بهشت بود و منتهای اون زمین است، نه منتهای اون آسمان دنیا. چون بعد از اون دوستان فاضل با ما همراه بودند، بعد از اون و قل اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی این. یعنی منتهای حبوط که مبدأ اون بهشت است، منتهای اون بفرمایید زمین است. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی این. خب این راجع به این عرشبت. آیه 38 هم که همین آیه است که الان محضر شریف فضلای معاصر خوندیم و قل لهبتو منها جمیعا، این منها هم قطعا مبدأش کجاست؟ بهشت است. قل لهبتو منها جمیعا، این ضمیر منها با توجه به عرشبت آیات قبل از اون باز به بهشت برمیگردد، زیرا در آیه آمده اهبتو منها که ما عرض کردیم به بهشت برمیگردد و منتهاش هم به طور زمینی با زمین هست. اگه فرمودید چرا؟ اگه فرمودید یا آفرین دارید؟ آفرین آفرین آفرین. چون بحث تکلیف و هدایت و امثال ذلک مربوطه به کجاست؟ مربوطه به زمین است. در آیه دوم نفرموده ولکم فی الارض مستقر و متاع الی این، ولی فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. جای تکلیف در زمین هست. پس بنابراین هم مبدأ آیه اول بهشت است و منتهای اون زمین است، هم مبدأ آیه دوم بهشت است و منتهای اون زمین هست. این عرض شد خدمت شما به این که چون ذیل آیه دوم هم ناظر به طرح وحی است و شریعت است و روشنه که منهاج به شریعت الهی برای قلمرو زمین هست و موجود زمینی است، نه موجود ملکوتی و موجود بفرمایید آسمانی است. این هم تا اینجا روشن شد. بنابراین